سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان خسارات انگفتی را به بار آورده است پس از ولایت پروان برخی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در تخار گویند به دلیل فقر اقتصادی توان بازسازی هیچ بخشی از کاشانه خود را ندارند و تا هنوز هیچ گونه توجهی هم به آنان صورت نگرفته است. دیگه ما مردم یری نمی رکم است با سیل ما مردم به حزب کده نه در دروازه مند نه پنجره منده نه فرش منده کلهشه که ابر پیدا شو ما مردم انتظار میکنن که کدام سون بگیرم کدام سون برم یعنی می حال یعنی می زندگی است نه فرش منده نه در دروازه مند نه دیگه جای منده نه دیگه جای ما مردم دارن که دیگه جای رفتو بتنم اما علی ما مردم نه مې را کومستا زما ولادت ترسلاندی دی موږ یې ترسلاندی یو سیل راغله داخل مکوړه د سیل راغله سره نو تله دی دا یو لښ خر مده دغه کړ کنده کوړه ونو ته خبر شمر څه نه دا کوړه کچنان د وړو ټوله شهر نه خرابوله نه مې سیل رامد نه به مې خانه مې به ازبین برده کله با کله نه تخریب شون به به هسته چی نه درنه پهقدره قوت قدرت مانا درم کې نه را جوړ کړم یه نه یه آیت میبینه و چشم سر میبینه ما ایرا جور قدرت توانا ما نداریم از دولت میخواییم که دهی کمک کنه امی سیل هشت بجای شو سیل آمده بود با کلا امارات اولی همیش هیچ چیز نمانده زندگی های اخیر در تخار به گفته رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت باعث تخریب زمین های زراعتی و تلفات جانی نیست شده است. از 80 چند فامیل فعلا تخریبات کلی داره. تخریبات منازل داره، اجده دانه زخمی داره، یک شهید داره. این زمین های زراعتی بیش از دو سه چهار هزار زمین است. که اول سوالی هم شامل میشه، اول سوالی هم شاملش میشه و بانگیش که میشم شامل میشه که زمین زراعتی مردم کمال تخریب شده از بین رفته. مردم زیاد متضرر شده، ما فعلا در سرویس تربیم تانز نهایی نشده، وضعیت خودت میبینین. که مردم به چی حال هست و فقر و بیچارگی چقدر دامنگیر مردم است وقت مردم زیاد متضرر شده و ما آمدیم تا نه ما 20 چند فامیل انتخاب کردیم 20 چند فامیل انتخاب شده یعنی در جمله شمول 20 فامیل چند فامیل از تخریب کلی بوده و چند تخریب از فامیل هزی تخریب قسمی بوده ما کوشش میکنیم که برای یک سر صورت بگیره آقای سیرت تاکید می کند که در جریان بررسی شاهد منازل بودند که در مسیر سیلاب ساخته شده است و از مردم می خواهد تا منازلشان را در مسیر گذر آب سیل اعمار نکنند تا باشد که هم خودشان و هم اعضای خانواده و سرمایه زندگیشان با خطر مواجه نشود این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات زیاد مالی به باشندگان این ولایت به بار آورده است اوچا در اوایل ماه عمل گفت که سرازیر شدن ها در هفت ولایت افغانستان کم از کم 645 خانواده را تحت تاثیر قرار داده است این اداره ملل متحد افزوده که نهادهای کمک رسان در حال حاضر مصروف بررسی خسارات و ارائه کمک ها به سیلاب زدگان در بخش های این کشور می باشند. قدیر مشرف تلویزیون آشنا آمریکا واشنگتن